سلام دوستان گرامی، در کنار هم هستیم با شروع بوکن 25. سال اول زی فاقن این آس هینتا اینن فاق سوک مید آس فقمدن کن سایشن واس کنته گشین. شما در پشت یک ماشینی هستید که پلاکش کنسایشن و یا همون پلاکش فرق داره با اون شماره شهر شما. در واقع منظور این هستش که ماشین غریبه است تو شهر. چه اتفاقی میتونه بیفته زمانی که شما پشت یه همچین ماشین دارید رانندگی میکنید. ده فوغاوز فرقنده گزینه اول بتیدیکت دن بلینکا فوادم ابیگن سو شپیت. امکان داره که راهنماش رو خیلی دیرتر از زمانی که به صورت نرمال وقتی ما میخوایم بپیچیم یه جا بزنه، یعنی خیلی دیر بفهمه که میخواد بپیچه. گزینه دو در فوغاوز فرقنده هد اون تواتت ان اون نختم ویگ سو فرقن. امکان داره که به صورت غیر منتظر و یه هوی بیست و ترمز بزنه و یه مسیر و آدرسی رو بپرسه از کسی که عابر پیاده است مثلا اونجا. و گزینه یه سه در فوغاوز فرقنده برمز اونتا واتت. امکان داره یه هوی ترمز بزنه بی دلیل. که دوستان هر سه مورد صحیح هست. وقتی یه ماشین غریبه‌ای با شماره غریبه جلوی شما هستش، امکان داره هر کدوم از این اتفاقا بیفته. پس هر سه گزینه رو علامت میزنیم. سوال دوم میت ویشن فرهالتن فون کیندن موسن زی ان سپرایشتغایفن رشنن. شما چه رفتاری از بچه ها رو در زمانی که اون مسیر عابر پیاده بین خیابون هست رو باید انتظار داشته باشید و حساب کنید از بچه‌ها که وقتی می‌خوان اونجا رد بشن. گزینه اول زیکرن اون اکن باغن گروند اوف دم سپرایشتغایفن اون لافن سوک. امکان داره که به هیچ دلیل مشخصی بدون دلیل از این محل عابر پیاده برن و برگردن. گزینه دو زی شتسن گشویندیشکایت اون انفرنون هراند هینتا فرسوگ ایماریشتیش این اون واتن ام فابان غند. اونا خیلی خوب همیشه مسیر و مسافت و اون فاصله ماشین رو به درستی شتسن میکنن، حدس میزنن و در کنار جاده واتن میکنن، منتظر میمونن. حواسشون یعنی هست به سرعت و اون فاصله ماشین ها تا خودشون. گزینه سه زی لافن آف دم سپرایشتغایفن اون آف دم فرکسو اختن. اونا بدون توجه به ترافیک و رفت آمد خیابونی وارد محل عبور عابر پیاده میشن. که در اینجا گزینه یک و سه صحیح هست. گزینه دو که شتسن میکنه حواسشون هست گزینه اشتباه. ما فقط وقتی سوالمون قشنن هست خطرها رو حساب میکنیم. سوال سوم و میت ایسو قشنن ون کینده ان این امپل واته. اگه یه بچه یه پشت چراغ راهنمایی رانندگی منتظر بمونه باید چه انتظاری از اون داشته باشیم؟ یعنی یه بچه در کنار چراغ راهنمایی رانندگی هستش. دستی کینده شون لوس خینن ون دی امپل این ماینا فرقیشتون فون گرون آف گلب اوم شتت. امکان داره که وقتی چراغ راهنمایی از رنگ سبز به زرد تغییر کنه شروع این بچه به دویدن بکنه. گزینه دو دست کیند اوخ بای رود لوس لافن ویل از اینن سو لنگ دوات. امکان داره که همچنان که چراغ قرمزه بچه شروع به دویدن کنه چون که خیلی زمان طولانی اونجا واسده و بچه حوصله ایستادن رو شاید نداشته باشه. گزینه سه دست کیند زیش گیگن زایتش آف دی فابان شوبسن. امکان داره که بچه ها همدیگر رو هول بدن به سمت جاده. شوبسن یعنی هول دادن. که دوستان هر سه مورد باز درسته، هر سه مورد خطرناکه و باید علامت بخوره. سوال چهارم عکس داریم. واسیز این دیزه سیتواسیون ریشتیش وان بلیکلیش ان تو پرانتز. اینجا داره میگه چه موقعیتی درسته و تو پرانتز هم داره میگه که چراغای هشدار اتوبوس روشنه. وان بلیکلیش ان یعنی روشن. گزینه اول auf beiden Fahrstreifen muss angehalten werden wenn sonst Fahrgast fährt wird. اگر در صورتی که مسافرها در معرض خطر هستند ما باید در هر دو لاین بیستیم، توقف کنیم. منظور مسافرهایی هستش که از توی اتوبوس میان بیرون. گزینه دو die Fahrzeuge auf den linken Fahrstreifen dürfen ohne besondere Vorsicht
انتم بوز فابای فاقد. ماشین هایی که تو سمت چپ هستن، لاین سمت چپ هستن، مجازن بدون اینکه هیچ احتیاطی بکنن از کنار اتوبوس رد بشن. گزینه 3 اف بایدن فاشت غایفه داب هوخستنز مین شقید گشویندیشقید اندم بوز فابای گفاقن ودن. اینجا داره میگه که هر دوتا لاین با حد اکثر سرعت آدم پیاده شقید گشویندیش کرد، یعنی آدمی که با 10 کیلومتر یا 15 کیلومتر در ساعت سرعت داره، ما هم در سرعتمون بیشتر از یک آدم عادی نباشه و از کنار اتوبوس رد بشیم. که در اینجا دوستان گزینه آخر درسته، ما باید با سرعت شقید گشویندیش کرد بریم و گزینه اول هم باز درست هستش، به خاطر اینکه امکان داره که مسافرین اتوبوس در معرض خطر باشن و باید هر دو طرف ماشین‌ها توقف کنه اگر که مسافرین اتوبوس رو در خیابون میبینن. یک وسه صحیح هست. وقاف موسن زیاختن ونزی این اینه تیف گغاج فاخت. باز همین سوال داشتیم، وقتی که ما وارد یک پارکینگ زیرزمینی عمیق میشیم، تیف یعنی عمیق، منظورش این هستش که خیلی شما میرید داخل زمین، زیرزمینی هست پارکینگ، باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ گزینه اول من غایفن کنن ان اینگن آوز اون اینفاتن بشه دیگت ودن. امکان داره موقع خروج و ورود لاستیک ماشین ما چی بشه؟ صدمه ببینه. بشه دیگت یعنی صدمه دیدن. غایفن من غایفن یعنی لاستیکای ماشین من. من آوگن موسن زیش اس اندی فهندتن لیش فهد نیسه گیوانن. اول باید چشمای من به این تغییر نور عادت کنه. و گزینه 3 فوسگینگا لاوفن افت او فاویگن. اغلب اوقات آبرین پیاده که داخل پارکینگ هستن میان تو خط ماشین و در واقع اونجا رفت و آمد میکنن، که باز هم سه تا گزینه خطرناکه و سه تا گزینه امکان داره که اتفاق بیفته، چه اینکه چشم ما عادت باید بکنه یا اینکه ماشین لاستیکاش به شدیکت بشه صدمه ببینه و همچنین آبرین پیاده هم اونجا رفت و آمد کنه. پس هر سه گزینه رو علامت میزنیم. سوال ششم این دم خون کنت اینن اینه لندویکشافت لیشه سوک ماشینه مید انگ شالت تا بلایشتونگ اندگیگن ومید موسن زیغشنن. اینجا اشاره میکنه به یک ماشین مثل تراکتور کشاورزی که با چراغ‌های روشن به سمت شما داره میاد. شما باید چه چیزایی رو حساب بکنید؟ منتظر چه چیزی بشید؟ گزینه اول دی سوک ماشینه کن سوایب غایتغا انهنگا میتفیغن. امکان داره که با دو تا یدکش ارزیاد همراه خودش بیا جلو، یعنی که حمل بکنه دو تا یدکش بزرگ رو، عریض رو. گزینه 2 دی سوگ ماشین کن این برایترس شلشت اکن بارس اربایس گرت میتفیغن. امکان داره که این تراکتور و ماشین کشاورزی وسیله خیلی بزرگتر رو با خودش هم کنه که دیدنش از جلو برای ما خیلی سخت باشه، دشوار باشه. و گزینه آخر دی برایت ده سوک ماشین. دوستان برایت یعنی ارز. دی برایت ده سوک ماشین ایست خود ده انگ شالتتن بلایستونگ نیشت ایما اکم بار. امکان داره با وجود روشن بودن روشنایی اون عرض تراکتور قابل تشخیص نباشه. که دوستان اینجا هم هر سه تا گزینه صحیح هست. همه این خطرها امکان داره که اتفاق بیفته. پس هر سه گزینه رو علامت میزنیم. بریم سراغ سوال هفتم که یه ویدیو هست، داخل شهر هستیم. اگر ویدیو رو روشن کنید، همینطور که داریم ما مستقیم رانندگی میکنیم، از روبرو ماشین میاد، یه دوچرخه سوار سمت راست ما هست، یک موتور هم پارک کرده، تابلویی هم که میبینیم حق تقدم ما هستش، یعنی ما فوفات داریم، حق تقدم داریم، راهنما میزنیم که بریم سمت راست. سوال اومده وقاف موسن زیهیه بایم غش اب بیگن اختن. زمانی که میخواید بپیچید به سمت غش سمت راست باید به چه چیزی توجه کنید؟ گزینه اول آفتم غد فقا، اشاره میکنه به دوچرخه سوار. گزینه دو آفتم گیگن فکه، ماشینایی که از روبرو میان. و گزینه سه آفت از موتغد موتورسیکلت. موتورسیکلت که راننده‌ای نداشتش، یه جا پارک شده بود، پس خطری نداره، ایستاده اونجا. ماشینای روبرو هم که راهنمایی نزدن دارن مسیرشون رو میرن. تنها مورد خطر همون دوچرخه‌ای هستش که داشت از سمت راست میومد. پس گزینه اول آفته غد فقط.
بریم سراغ سوال 8. وسو کنن برایس گرینگ منگن الکل فیخن. حتی یه مقدار کم الکل مصرف کردن میتونه منجر به چه چیزهایی بشه، چه اتفاقایی امکان داره با یه ذره نوشیدن الکل پیش بیاد. گزینه اول سو ریس کانتا فاوایزه. فاوایزه یعنی اون سبک رانندگی، رانندگی سبکش خیلی پرخطر میشه. گزینه دو سو اینم نخلاسن ده هو اون زی لایستونگ، به معنی این هستش که عملکرد شنوایی و بینایی شما خیلی میاد پایین. گزینه 3 سو فسو اگتا رکسیون. رکسیون عکس العمل بود، واکنش و عکس العمل چی میشه؟ خیلی تاخیر میفته. فسو اگتا یعنی تاخیر افتادن، خیلی دیر ما رکسیون و عکس العمل از خودمون نشون میدیم. باز هم 3 تا خطر داره، 3 تاش هم علامت میزنیم. بریم سراغ سوال 9. زی میشن اوز اینم فرکس بروییکتن برایش این اینی شتراس اینفخه. وی موسن زی زیش فهالتن. شما میخواید از یه منطقه که خیلی آروم هست و رفت آمد در اون نیست، روی که به معنی آروم هستش، از این برش یا همون ناحیه و منطقه رد بشید. باید چه رفتاری داشته باشید؟ گزینه اول ایش موس فوسگنگا آفتم گیوک فوباگین لاسن. باید بذارم آبرن پیاده از اونجا رد بشن، در واقع به آبرن پیاده اجازه عبور از پیاده رو بدم. گزینه دو ایش موس فاتم ابمیگن دی فاقشتونگ انسایکن. من باید مسیری که میخوام بپیچم رو نشون بدم با راه نما زدن. و گزینه 3 دیگه غیس فا لینکس باختن. به قانون اولویت راست به چپ توجه کنم و اون رو رعایت کنم. گزینه 3 اشتباه هستش. اینجا تو مسیری هستیم که یک ناحیه آروم هستش. مهم این هستش که آبرن پیاده اجازه بدیم رد بشن و مسیر خودمون رو نشون بدیم با راهنما زدن. گزینه 1 و 2 صحیح هست. سال بعدی باز هم یک ویدیو داریم و داخل شهر هستیم. اگر ویدیو رو روشن کنید ما سمت لاین چپ هستیم، میخوایم احتمال زیاد بپیچیم به سمت چپ، داریم به صورت مستقیم میریم، حالا راهنما میزنیم و کم کم سرعتمون رو کم میکنیم و میخوایم بپیچیم سمت چپ. یه ماشین سفید هم داره میاد به سمت ما. سوال اومده وی فهاتن زی زیش، چه رفتاری باید شما انجام بدید؟ گزینه اول سو نکس این برش ده میتل اینزل واتن وودیا اندر پیکاوی شتت. این زل به معنی جزیره هست، مرکز اون نقطه‌ای که تقاطع هست منظورشه، که ماشین دیگه ایستاده شما اونجا منتظر بمونید. گزینه 2 اشاره میکنه که فادم لینکس اپ بیگن واتن اون دن برایش در میتل اینزل فرای هالتن. شما قبل از اینکه به چپ بپیچید یه لحظه صبر میکنید، واتن میکنید و قبل از اون رسیدن به اون منطقه میتل اینزل مرکز تقاطع هالتن میکنید، ماشین رو نگه میدارید، صبر میکنید و بعد ماشین رو نگه میدارید. گزینه 3 به شما میگه که فلوسیش اپ بیگن، خیلی روون فلوسی اپیگه میکنید، میپیچید امدی نخفالگندن نیسو به هیندن، تا مانع کسی نشید که در پشت شما رو داره دنبال میکنه. یعنی بیشتر فکر ماشین پشت باشید که داره دنبالتون میکنه، دیگه واتن نکنید، سریع این تقاطع رو بپیچید که کاملا اشتباه هست. گزینه 2 درسته که ما قبل از پیچیدن یکم صبر میکنیم، واتن میکنیم و تو اون نقطه‌ای که سر چهارراه هستش ما نگه میداریم، نگاه میکنیم و بعد میریم. گزینه 2 گزینه درست هست. سال بعدی سال 11 و ایست دست هلتن فباتن، کجا توقف ممنوعه؟ هلتن فباتن یعنی که ایست ممنوع. گزینه اول او با شخص دکن، جایی که در پوشهای اون چاها قرار داره، چاهایی که میتونه مربوط به آتش نشانی باشه و یا اینکه گذرگاه های زیرزمینی هست. گزینه 2 آن فوسگنگا اوبا ویگن زوی بی سو فونف میتا دفا، در محل آبر پیاده تا 5 متر قبل از اونها. بی سو فونف میتا دفا به این معنی هستش که شما یعنی تا 5 متر اجازه ندارید توقف کنید، بعد از 5 متر مشکلی نداره. اون میتا با هینتا فوسگنگا اوبا ویگن، بلافاصله پشت گذرگاه های آبر پیاده. که دوستان اینجا گزینه 2 درسته، تا 5 متر
ما اجازه هاتن فبوتن هستیم، اجازه نگه داشتن نداریم، بعد از اون مشکلی نداره. سال بعدی که سال 12 هم هست، زی ولن این آتس فا اینه اندقی از خویس پاکن وشه انفنون موسن زی میندستنز این حالته. شما میخواید قبل از یک علامت اون صلیب اندقیز خویس در شهر پارک کنید. یادتون باشه، این نکته رو یادتون باشه، یه وقتی میگه خارج از شهر، بعضی وقتا این آتس اینجا آورده داخل شهر هستش. هر کدومش فاصلهاش با هم فرق داره، باید حفظش بکنید. حالا میگه که ما باید چه فاصله ای رو میندسه حداقل رعایت کنیم برای اینکه قبل از اندقیز خویس بیسی، که در اینجا همیشه در داخل شهر 5 متر. عزیزا 5 متر قبل از این علامت شما باید ماشین رو نگه دارید. سال 13 زی هابن میت ایغن فاخسوگ این فخمدز گپاکتس فاخسوگ بشدیکت تخوتس انگه میسنا وات سایت ایسته گشدیکت نیش شینن وی فهاتن زیزیش یس خشتش. شما با ماشین خودتون به یه خودرویی که پاک شده آسیب میرسونید، تصادف کوچیک میکنید و صدمه میزنید. با وجود اینکه اون شخص نیسته، شخص در حال حاضر دیده نمیشه، شما باید چه رفتاری بکنید؟ یعنی اون شخص حاضر نیست در اونجا، شما تصادف کردید با ماشینش که پارک شده. ایشموز گزینه اول دن اون فال در پلیس های ملدن، من باید به پلیس گزارش بدم. گزینه دو من نامن اون من انشریفت اینه اون به تایلیکتن سایگن می تایلن. شما باید به اون شاهدی که اونجا هستش نام و آدرس خودتون رو بدید. و گزینه سه من نامن اون من انشریفت ام اون فعات هین تلسه. نام آدرس خودم رو تو اون صحنه تصادف بذارم، مثلا روی شیشه ماشین نام آدرسم رو بذارم رو ماشین شخصی که نیست، که اون درسته. گزینه اول هم درسته، گزینه دوم دلیل نداره به شاهد اونجا شما آدرس و نامتون رو بدید. فقط گزینه یک به پلیس گزارش میدید و آدرس و اسمتون رو تو اون محل تصادف در روی ماشین میذارید. یک و سه رو علامت میزنید. سوال 14 هم تکراریه. واس ایس بای دیز امپل میت گرون فالشید الاوبت. شما یک چراغ راهنمایی میبینید که یه علامت فلش سبز هم وجود داره که سمت راست رو نشون میده. اینجا چه چیزی مجازه؟ گزینه اول غیس اب بیگن آنستم غشتن فشت خیفن نخ فاهرینگم انحالتن زوفن نیماند به هیندت اودا گفتت ویت. پس از اینکه یه توقف کوچیک کردید، خیلی راحت به سمت راست بپیچید. این رو هم در نظر بگیرید که نه مانعی باشه نه کسی به خطر بیفته. گزینه دو میگه غیس اب بیگن اون ان سوهالتن، بدون اینکه توقف کنید بپیچید به سمت راست. گزینه 3 غیس اب بیگن نو ون دی امپل گرون سایگ، فقط وقتی شما میتونید برید که چراغ راهنمایی سبز شده باشه، اون موقع به سمت راست میتونید برید، که اصلا همچین چیزی نیست. وقتی اون فلش سبز هست شما اینفاق خیلی راحت میتونید به راست برید، اما یادتون باشه که خطری برای کسی نداشته باشه، یه لحظه توقف کنید. پس تنها گزینه درست و عاقلانه گزینه اول هست. سال 15 هم وش از فهات اینس خیشتی، چه رفتاری درسته؟ گزینه اول ده بلاون الکاوی موس میش دوش فاقن لست، کامیون آبی باید به من اجازه رد شدن بده. گزینه دوم ایش موستن بلاون الکاوی دوش فاقن لست، من باید اجازه بدم که کامیون آبی رد بشه. گزینه سه ایش موستن تراکتور اب بیگن لست، من باید بذارم که تراکتور بره. اگر نگاه کنید جلوی شما تابلوی مثلث برعکسه، یعنی شما حق تقدم ندارید. برعکس اگر کنار کامیون آبی رو نگاه کنید، مثلثی هستش که نشون میده که میتونه رد بشه، برعکس هست، ولی باید شما به تمامی این نکات توجه کنید. پس هم اجازه میدید که تراکتور بره سمت راستتون هست، حق این رو داره، حتی اگر این تابلو هم نبود تراکتور اجازه داشت بره، چون همیشه راست اولویت داره به ما. پس اول اجازه میدیم که تراکتور بره، کامیون هم به خاطر اینکه ما حق تقدم نداریم اون هم اجازه داره بره. گزینه دو و سه صحیحه. سال بعدی که سال 16 هم هست ویشز به حالت نیست خیشتش، باز عکس داریم چه رفتاری از ما درسته. روبروی ما یادتون باشه تابلوی این هستش که شما حق تقدم دارید و تو خیابون اصلی هستید.
گزینه اول ایش دف دوش فقط من اجازه دارم که رانندگی کنم و رد بشم. گزینه دو ایش موس دم بلاوین پیکاوی فوفاد گیویخه. باید بذارم که ماشین آبی بره. و گزینه سه ایش موس دن گرونن پیکاوی فوفاد گیویخه. باید اجازه بدم که ماشین سبز هم بره. چون تابلوی لوزی رو دارید شما میبینید و نشون دهنده این هستش که شما تو مسیر اصلی هستید و نمیخوایدن بپیچید به سمت راست، در نتیجه فقط حق با شماست الان. ایشتر دوش فقط. گزینه اول رو علامت میزنیم. سوال 17 هم اتفا اخصیش میتا فا اینن هت این شوبوس. آف در فابن. کنن دغاوز گفاقن اندشتن. یک اتوبوس مدرسه در جاده حدوداً 80 متری جلوی شما توقف میکنه. میتونه آیا خطری ایجاد بکنه؟ گزینه اول یا بله ور کیندا نیشت ایما آف کوستستم ویک دی فابان با کوهن. بله امکان داره که بچه‌ها از کوتاه‌ترین مسیر ممکن رد بشن. گزینه دو نه به خاطر اینکه وایل ان یدا شولبوس هالتشتله شولا لوتسن دنت فکزی. چون در هر ایستگاه اتوبوس مدرسه یک کسایی هستن که کنترل میکنن رفت آمد بچه ها رو. و گزینه سه یا بله و کیندا هایفیگ اوبا دیشتراس رینن اون دن بوس نخصو اغایشن. بله چون اغلب بچه ها میدونن تو خیابون تا اتوبوس رو بگیرن و سوار بشن، یعنی که خوش رو برسونن به اتوبوس، که در اینجا گزینه یک و سه که خطر هست درسته. گزینه دوم که ناین بود هیچ خطری نداره گزینه اشتباه. همیشه خطرها رو در نظر بگیرید. سوال 18 هم وان موسن زی بلینکن چه وقتی شما باید راهنما بزنید؟ اینجا همطور که میبینید علامت دایره یعنی این که میدون هستش. گزینه اول بایم اینفاقن این دن کخیز فکه هنگام ورود به میدون اینفاقن یعنی وقتی میخواید ورود کنید. گزینه دوم بای فلاسن یعنی خروج کنید در بیاید. بایم فلاسن دن کخیز فکه هست. کخیز فکه هست میدون هست. فلاسن یعنی خروج. موقع خروج. در آلمان دوستان زمانی که شما میخواید از میدون خارج بشید راهنما میزنید. قبلش راهنما نمیزنید. در بعضی از کشورها قبل از ورود به میدون هست. در آلمان اینطور نیست. اشتباه نکنید. وقتی که میخواید فلسطین کوین میدون رو راهنما بزنید و جهتتون رو نشون بدید. سوال 19 هم واس گیت بای دیزن فکسشن. چه چیزی در مورد این تابلوی راهنمایی رانندگی معتبره و اعمال میشه؟ گزینه اول ایشتاف فادم سایشن نیش نخیس اب بیگن. من اجازه ندارم قبل از تابلو به سمت راست بپیچم. گزینه دو ایش موس ان هیندانیسن لینکس فور بای فاغن. من باید از مانع در سمت چپ عبور بکنم. و گزینه سه ایش بین ففلیشتت نخ لینکس ابسو بیگن. من موظفم که به چپ بپیچم. اینجا دوستان گزینه دو صحیحه. اولا که فلش داره سمت چپ رو نشون میده. گزینه اول که کمپلت به صورت کامل اشتباه هستش. گزینه دو هم میگه که من باید از روی مانعی که سمت چپ رو داره نشون میده عبور بکنم و به سمت چپ برم. گزینه سوم گفته ففلیشت یعنی من باید موظف هستم. اصلا تابلوی آبی رنگ موظف بودن شما رو نشون نمیده، بلکه مسیر رو داره نشون میده. گزینه دو گزینه صحیحه. و اما سال آخر امروز وی کنن زیدن رایفن فشلایز گرینگ هالتن. چطور میشه این سایش لاستیک رو به حداقل برسونیم؟ گزینه اول ایش کنترالیق رگل مسیک دن رایفن فودروک. من فودروک یعنی که به معنی باد لاستیک هست، اون رو مرتب چک میکنم، کنترلش میکنم. گزینه دو ایش فونده گنس یقیش وینتا غیفن. من در تمام طول سال از لاستیک های زمستونی استفاده میکنم، اینطوری سایشش کمتره. و گزینه آخر ایش فسیشته رگلیس آف شتاکس بشلاینیگن. تا حد امکان از شتاب دادن و سرعت زیاد پرهیز میکنم، که گزینه یک و سه درست است. این که ما تمام طول سال چرخ ماشین رو زمستونی بکنیم کاملا اشتباهه. گزینه یک و سه رو علامت میزنیم. تا قسمت بعد خدا نگهدار.